سلام و درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. دیشب پاری سن ژرمن با دو جین ستاره قهرمان لیگ یک فرانسه شد. قهرمانی که نه تنها کام هواداران این تیم رو شیرین نکرد، بلکه باعث اعتراض شدید پاریسی ها هم شد. هوادارانی که به هیچ وجه قهرمانی های داخلی راضیشون نمی کنه و با این همه ستاره که تیمشون داره فقط و فقط قهرمانی اروپا رو می خوان. تا جایی که یادمه بعد از لایی معروفی که داوید لوئیز از لوئیز سوارز خورد، این دومین باره که هواداران پاریسی با استفاده از برج ایفل که نماد این شهر محسوب میشه از بازیکنهای تیمشون انتقاد میکنن. هوادارای پاریسی حتی بعد از قهرمانی هم به شدت بر علیه نیمار ستاره برزیلی تیمشون سوتهای اعتراضی زدن. سوتهایی که صدای اعتراض بازیکن برزیلی رو هم در آورد. نیمار بعد از بازی در واکنش به این سوتها گفت: من هنوز با پاریس سن ژرمن قرارداد دارم و تصمیمی برای جدایی از این تیم ندارم. من 3 سال دیگه هم اینجا هستم و هواداران از سود زدن خسته خواهند شد. پس بهتره یا دست از سود زدن بردارن یا اینکه به هوای خیلی بیشتری نیاز خواهند داشت. البته حال و روز بایرنی ها هم که دیشب قهرمان آلمان شدن خیلی بهتر از این نیست. بازیکنای بایرن و ناگلزمن سرمربیشون در حالی دیشب روی چمن سبز استادیوم آلیانز آرنای مونیخ با آبجوهایی که دخترای مونیخی براشون می آوردن دوش آبجو می گرفتن که شاید هیچ کسی در مونیخ بعد از حذف ناباورانه مقابل ویارئال از لیگ قهرمانان اروپا از این قهرمانی خوشحال نبود. حتی فیلیپ لام اسطوره بایرن هم گفت که این اصلا خوب نیست که انقدر زود قهرمان شدیم. باید بقیه تیم‌ها ما رو تحت فشار بذارن برای اینکه حداقل تا آخرین هفته مسابقات جذابیت در بوندسلیگا باقی بمونه. منچستری‌ها هم که دیروز بازی رو به آرسنال واگذار کردند، بدتر از بایرن و پاریس درگیر حاشیه هستند. این ویدیوی کوتاه از کری خوندن ماتیچ با هوادارهای آرسنال که با انگشتاش تعداد قهرمانی‌های اروپایی منچستر رو به رخشون می‌کشه، میتونه خلاصه ای از وضعیت این روزهای این تیم باشه. ایجنت اسدی هافک پرسپولیس که ابتدای فصل با یه انتقال پرسر و صدا به این تیم پیوست، به صورت رسمی جدایی این بازیکن در پایان فصل از جمع سرخپوشان رو تایید کرد. اسدی با یه قرارداد نجومی و عجیب حدوداً 2 میلیون دلاری به بوریرام تایلند میپیونده. در قرارداد اسدی به جز 2 میلیون دلار خونه و ماشین شخصی و خدمتکار و خیلی آپشن خوب دیگه هم گذاشته شده که با توجه به عملکرد نسبتاً ضعیف این هافک توی فصل جاری خیلی عجیب به نظر میرسه. تصویری که مشاهده میکنید توسط پریسا پورطاهریان عکاس باشگاه خاتون بم از شادی گل عجیب بازیکنهای تیم بانوان این باشگاه شکار شده. تصویر این شادی گل و مخصوصاً وضعیت عجیب کاپیتان و شماره 10 این تیم به سرعت داره توی فضای مجازی وایرال میشه. من یکی که به شخصه هر چقدر دقت کردم نفهمیدم ماجرا چیه و شماره 10 این تیم دقیقاً داره چیکار میکنه. به هر حال فکر میکنم تصویر شادی گل دخترای بمی بعد از تصویر شادی گل جنجالی محمد نصرتی و شیس رضایی در پرسپولیس یکی از پربازدیدترین شادی گل‌های فوتبال ایران باشه. حسین طیبی فوتسالیست ایرانی بنفیکا با درخشش فوق‌العاده‌ای که داشت یک بار دیگه پیروزی رو برای این تیم، اونم توی یکی از حساس‌ترین بازی‌های لیگ فوتسال پرتغال، به ارمغان آورد. طیبی در فاصله 40 ثانیه پایان دیدار مقابل تیم نونالوارز در هفته 24 لیگ برتر پرتغال گلزنی کرد تا بنفیکا در این بازی به پیروزی 3-2 دست پیدا کنه. طیبی در بازی‌های چند روز قبل تیم ملی فوتسال کشورمون در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا هم درخشش فوق‌العاده‌ای داشت. خیلی‌ها معتقدن اگه طیبی در جام جهانی فوتسال مصدوم نمی‌شد، میتونست کمک زیادی به تیم ملی ایران کنه و شاید با حضور طیبی میتونستیم موفقیت دوره قبلمون رو در این دوره هم تکرار کنیم. مجری آخوند برنامه دعوت که بارها سعی کرده خودش رو یه آخوند فوتبالی مردم ایران معرفی کنه، روی آنتن زنده شوخی عجیب و بی‌مزه‌ای با عادل فردوسی پور کرد. این سبک صحبت کردن آخوندها رو اولین بار دهنوی باب کرد.
این مجری آخوند که یکی از آخرین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازگردوندن آخوندها به میان مردم ایران محسوب میشه، در واکنش به میهمان برنامه که میگه بعد از خوندن خاطرات پدرم اشکام بند میومد، با خنده میگه به قول اون عزیز دل چه میکنه این سپهر. آخوند مجری در حالی از تکه کلام معروف عادل استفاده میکنه که من یکی به شخصه متوجه ربطش با صحبت‌های مهمان برنامه نشدم. شما ویدیو رو ببینید شاید متوجه شدید. آره قطعا باید برات گفته قصه ها رو از دم. آره خیلی هاشم اصلا این کتاب رو خوندی؟ راستش خب وقتی کتاب چاپ شد گفتم مامان بده بخونمش، مامانم گفت نخونش. بعد من خب بعد یکی دو سال گذشت واقعا نخونده بودم، به حرفش گوش کنم، ولی خب یه روز تنها بودم تو خانه، گفتم حالا یکم بخونم ببینم چیه. از وسطاش باز کردم یه صفحه یک خواندم که صفحه دو موسوم رسیدم، دیدم دارم گریه میکنم و گریه هم بند میاد. ای جانم. آره و دیگه بعد از اون نخواندمش. آره چه کردی تو سپر؟ بقول اون عزیزمون چه میکنه این سپر؟ تیم ملی کشتی آزاد ایران در حالی قهرمان بازی‌های آسیای مغولستان شد که امروز یه چهره جدید دیگه به کشتی جهان معرفی کرد. امیر حسین فیروزپور آزادکار جوان کشورمون توی این مسابقات بدون دادن حتی یک امتیاز همه حریفاشو درو کرد تا نوید ظهور یه ستاره جدید در ترکیب تیم ملی کشورمون رو بده. فیروزپور در دور نخست با نتیجه 11-0 داولومبایف دارنده مدال نقره آسیا رو مغلوب کرد. در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی هم 10-0 تاکوما اوتسو دارنده مدال نقره آسیا از ژاپن رو از پیش رو برداشت و در فینال هم با نتیجه 11-0 کشتیگیر کشور میزبان رو شکست داد و به مدال طلا رسید. سارا خادم الشریعه استاد بزرگ شطرنج کشورمون هم از دنیای ورزش حرفه‌ای خداحافظی کرد. خادم الشریعه نفر اول شطرنج زنان ایران که به تازگی مادر شده توی صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: دوستان عزیزم، بسیار هیجان زدم که به شما بگویم که پسرم در تاریخ 19 فوریه به دنیا اومد. مادر بودن با اختلاف مهمترین نقش من در زندگیه. من در شرایطی که باردار بودم در جام جهانی بازی کردم و همیشه سعی کردم تا بیشترین حد ممکن فعال باشم، اما در حال حاضر قصد دارم مدتی از ورزش حرفه‌ای فاصله بگیرم تا زمانی که مجدداً احساس کنم دوست دارم بازی کنم. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از آن رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزشی ایران و جهان قرار بدم.